سلام تماشابینانی عزیز، خلاصه خبرای مهم دوشنبه ششم سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز. در این برنامه تیرپرانی بین آدمان طالب و سلام در خورخ مسعود تو کجایی؟ طالبان آرامگاه امشای مسعود را نیز تصرف کردند. پارلمان تاجیکستان قانون عفو را قبول کرد. طالبان پنجشیر را گرفتیم. جنگ در افغانستان تمام شد. دعوت احمد مسعود به قیام مردمی. بعد مرگش قدردانی دانشجوی تاجیک برای نجات یک کودک در روسیه. ساکن سرسب از رشک زن جوانش را بوغی کرده کشته مردش را به دار آویخت. و اکنون تفصیلات خبرها. جنگیان طالبان در پی اعلان خبر تصرف ولایت پنجشیر با نشر یک ویدیو خبر دادند که در اطراف آرامگاه احمدشاه مسعود پاسبان گذاشتند تا کسی به مزار این فرمانده سابق ائتلاف شمال آسیب نرساند. در ویدیو کوتاه یک نماینده طالبان به زبان پشتو میگوید که مجاهدین حفاظت مزار احمدشاه مسعود را به دوش خود گرفتند تا کسی به آن آسیب نرساند. طالبان روز ششم سپتامبر ادعا کرد که دره پنجشیر را پورا به دست آورده است. ذبیح الله مجاهد نماینده حرکت طالبان با نشر این خبر اعلان کرد که آخرین پایگاه دشمنان زرخرید سقوط کرد و با همین جنگ در افغانستان خاتمه یافت. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود که به ضد طالبان جبهه مقاومت ملی را سازمان داده است روز ششم سپتامبر در یک پیام ویدیویی مردم را به قیام مردمی سراسری علیه طالبان دعوت کرد. احمدشاه مسعود فرمانده ائتلاف شمال که 5 سال به ضد رژیم قبلی طالبان جنگید 9 سپتامبر سال 2001 در نتیجه یک سویقست مسلحانه کشته شد. مسئولیت آن سویقست را شبکه القاعده یکی از متفقان طالبان به عهده گرفت. مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز ششم سپتامبر قانون عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال این جمهوری را قبول کرد. بنا به اطلاع دریافتی پرزیدنت امام‌علی رحمان علکی در دوام همین روز قانون عفو را امضا میکند تا که آن هر چه زودتر به اجرا درآید و نخستین گروه های مبوسان عفو شده علکی تا 9 سپتامبر روز استقلال تاجیکستان توانند به آزادی برایند. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستانی کل تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون در پارلمان گفت که عفو امساله شخصانی را که برای تروریسم، کشتار، تجاوز به ناموس، جنایت های ضد ساختار کنستیتوسیونی کشور و دیگر جنایت های سنگین محکوم شدند فرا نمیگیرد. طلبک‌زاده گفت بر اساس قانون عفو زنان محبوس، نابالغان، محبوسان سنشان از 55 بالا، معیوبان 3 گروه اول، محبوسان بیمار دوره های 4 سرطان و سیل، بیماران دل مرحله 3 و 4، سابقه داران جنگ ها و معیوبان چرنوبل، محبوسان خارجی و همچنین آنهایی که جایزه های دولتی دارند آزاد کرده می شوند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان قبلا گفت لایحه قانون عفو طبق معلومات پیشکی نسبت به 16,000 نفر تطبیق می گردد و از این مقدار 10,700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می گردند. از جمله 800 نفر گمانبر شوندگان و عیبدار شوندگان، 350 نفر سود شوندگان، قریب 3,000 نفر محکوم شدگان از مؤسسه های اصلاحی، 1,900 نفر محکوم شدگان از کلونیه های اصلاحی سکونت و 4,650 نفر محکوم شدگان از نظرات کارهای اصلاحی آزاد کرده می شوند. مولت جزای 5,300 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود. قبلا منابع غیر رسمی می گفتند که قانون عفو نوبتی 25,000 و حتی 30,000 نفر را فرو خواهد گرفت. سامونه بامداد اولین شده هنوز ماه مای درباره تایید قانون عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان خبر داده بود. قانون عفو از جانب مقامات تطبیق کننده آن باید در مدت 2 ماه اجرا کرده شود. لایحه قانون شخصان زیرین را از جوابگری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی احتیاطی جنایت صادر کردند نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است. جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است. جزا را در کلونیه های اصلاحی سکونتی ادا میکنند. شرطاً پیش از مولت از ادای جزا آزاد شدند. با جزای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند بوده محکوم شدند.
برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانیده شده را پورا برقرار کردند. عفو نسبت به شخصانی که جنایت های مخصوصا وزمین را با حالت های وزنین کننده صادر نمودند، اینچنین آنهایی که قبلا در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 25 اکتبر سال 2019 از جوابگری جنایتی یا ادای باقی مانده جزا آزاد شده بودند و باز جنایت قصدانه صادر کردند، تطبیق نمی گردد. قانون بعد از قبول آن از جانب مجلس نمایندگان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مطبوعات نشر می گردد. یک منبع آگاه از حادثه تیرپرانی خاروخ به پایگاه خبری بامداد خبر داد که سلام امام نظرف، پسر یکی از لیدرهای سابق بدخشان امام نظرف و شریک او منصور جمعخانوف را در سن اولی مرکز طبی بنیاد آقاخان در محله برخاروخ شهر خاروخ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان پسر طالب ایومبیکوف پرانده است. طالب ایومبیکوف را روز 6 سپتامبر برای ادامه تبابت به مرکز طبی بنیاد آقاخان آورده بودند. با گفته منبع بامداد، سلام امام نظرف و منصور جمعخانوف به اینجا آمدند تا از احوال طالب ایومبیکوف خبر بگیرند و یگان راه آشتی را در پای زنوزنی شب گذشته پیدا کنند. ولی برابر وارد شدن آنها به سن بیمارستان، پسر طالب ایومبیکوف از تفنگچه به طرف آنها تیر کشاد است. سلام امام نظرف و شریک او منصور جمعخانوف زخمی شدند. هر دو را در بیمارستان ولایتی بستری کردند. منبع بامداد وضع سلامتی آنها را وزنین میگوید. تیرپرانی روز 6 سپتامبر در پای زنوزنی شب گذشته بین طرفداران طالب و سلام در طرفخانه در خاروخ مشهور مارک اپولو بود که در آن زنوزنی طالب ایومبیکوف را با سنگ یا خشت به سرش زدند و او را از طرفخانه به بیمارستان بردند. طرفخانه مارک اپولو در شفت خانه ایومبیکوف در محله خلیبزاد جایگیر شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 6 سپتامبر در یک بیانیه 8 دقیقه‌ای با یک لحن پرحساس مردم را به قیام مردمی به ضد طالبان دعوت کرد. احمد مسعود گفت جنگیان طالبان شب گذشته برخلاف فیصله علمای ارشد که به قطع جنگ دعوت کرده بود، بالای پنشیر حمله گسترده برو انداختند که در نتیجه آن مردم زیاد از جمله چند نفر از خویشاوندان خود او کشته شدند. احمد مسعود گفت هر شهروند افغانستان هر کجایی که باشد، به هر شکلی که باشد، برخیزد قیام کند و صدای اعتراض خود را بلند کند. پیام احمد مسعود در حال صدا داد که حرکت طالبان ادعا کرد که دره پنشیر را پورا به دست آورده است. ذبیح الله مجاهد نماینده حرکت طالبان با نشر این خبر اعلان کرد که جنگ در افغانستان خاتمه یافت. طالبان روز 6 سپتامبر ویدیوی را نیز نشر کردند که در آن لحظه افروختن پرچم سفید این گروه بر فراز دفتر والی ولایت پنشیر در دره پاروخ ثبت شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره در همین حال با استناد به یک منبع در ماموریت سابق پرزیدنت افغانستان خبر داد که معاون اول رئیس جمهور امرالله صالح که بعد سقوط کابل و فرار پرزیدنت اشرف غنی به پنشیر پناه آورد، خود را به جای غنی رئیس جمهور اعلان کرده بود به تاجیکستان فرار کرده است. شام 5 سپتامبر دو نفر از یاران نزدیک احمد مسعود، پسر عمش جنرال عبدالودود زره و سخنگوی جبهه مقاومت فهیم دشتی در یک حمله در بهورک مرکز ولایت پنشیر کشته شدند. دانشجوی تاجیک حاجی مراد قلندرف را برای نجات یک کودک در شهر اوفا بعد مرگش مدال برای شجاعت دادند. فرمان با این مدال سرفراز گردانیدن حاجی مراد را رئیس کمیته اولتای فوق‌العاده بشقردستان فرید گومیروف امضا کرده است. در فرمان چنین آمده است: برای نشان دادن قهرمانی، جانفدایی و نجات آدمان فرمان می‌دهم. قلندرف حاجی مراد سید اکباروویچ دانشجوی سال یکم دانشگاه دولتی اگراری بشقردستان با مدال برای شجاعت قدردانی کرده شود. یادآور می‌شویم این دانشجوی تاجیک روز 7 ایون سال 2020 در لب دریای بیلایا در شهر اوفا غرق شدن دو کودک را دیده، همراه دوستش هر دو خود را به دریا زدند. آنها کودکان را نجات دادند ولی خود حاجی مراد را آب برد. حاجی مراد از دهه گنجاباد نویه رودکی است. او سال 2019 بعد ختم مکتب میانه به دو مکتب عالی، دانشگاه اگراری تاجیکستان و دانشگاه
اگراری بشقردستان حجت سپرد، به هر دو دانشگاه گذشت، ولی برای تحصیل اوفر رو انتخاب کرد. حاجی مراد قلندروف با مدال برای شجاعت با تشبس رهبری سازمان های جمعیتی میگراسیا عظمت تگیروف پیشبری کردند. تگیروف برای جای اخ مسکوی اوفا گفت زیر نامه دستجمعانه با درخواست سرفراز گردانیدن دانشجوی قهرمان توجیک با مدال برای شجاعت رهبران دیاسپره های توجیکان و آذری های بشقردستان، جمعیت مایوبان، سابقه داران جنگ و حتی مفتی اعظم روسیه طلعت توجیدین امضا کرد. پیشتر نیز درباره چندین مورد شجاعت توجیکان در روسیه خبرها به دست رسیده بود. روز 5 دکبر سال 2017 صابر خسپالایف با دریو سرازیر شدن ماشین سبکرو را دیده، با وجود آن که فصل زمستان و آب خیلی سر بود، خود را به دریو انداخته و راننده ماشین را که زن بود نجات داد. همین طور فرزان سلیمانوف ماه مارس سال 2018 برای کمک به نجات ده ها نفر در سوختار در فروشگاه زیمنیه ویشنیه سزاوار جایزه گردیده، ماه نویبر سال 2019 بختیار عثمانوف 11 ساله را برای نجات دوست روسش از داخل چای آبی جوش در ولایت خبروفسک نیز با مدال برای شجاعت قدردانی کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 5 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در تاجیکستان 21 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده، در عین زمان 20 نفر از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه یگان حالت مرگ از پاندمی آشکار نشده است. از پایان ماه ایول در تقریبا 40 روز آخر این بار اول است که شماره رسمی اولتای نو سرایت به کرونا ویروس نظر به شماره بیماران از این ویروس شفا یافته در تاجیکستان بیشتر نشان داده می شود. در مجموع از اول بقیدگیری پاندمی تا شام 5 سپتامبر در کشور 16984 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 بقید گرفته شده. از این شماره تا سانه ذکر کردیده 16849 نفر 99.2% شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام 5 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 11 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. این حتی کمتر از 20 نفر است که به کرونا ویروس سرایت شدند. آنها تازه روز 5 سپتامبر آشکار شدند. وزارت شرح نداد است که نصف این سرایت شده ها چه گونه توانستند در بین همگی چند ساعت شفا بیابند. مرد 28 ساله قبلا هم سوت شده از جماعت سرزم شهر پنجکنت به اون عیبدار می شود که شام 3 سپتامبر تخمینا ساعت 18:00 در خانه استقامتیش از سبب رشک با همسر جوان 22 ساله‌اش مناقشه کرده، با رویمال زنونه گلوی او را بوغی کرده کشته است. او سپس با مقصد رویپوش نمودن جنایت صادر کرده‌اش جسد همسرش را با ارغمچین در اوغلخانه به دار آویخته، آدمکشی‌اش را همچون خودکشی وانمود کرده است. بر ضد این ساکن سرز بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده آغاز کردند. به او بر اساس این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. ضمن برگزار نمودن چوربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیچه، جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت راهزنی دستگیر کرده شد. نام برده شب 31 آگوست به 1 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه در حالت مستی در حدود دیهه ارمغان جماعت دیهات چوریکاران نویه رودکی با استفاده زوروری برای حیات یا تعدید استفاده زوروری با سنگ به پیشانی جوان 22 ساله ساکن جماعت دیهات چوریکاران زده، یک عدد تلفن موبایلی تمغه ریدمی نوت نورو تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 2600 سومونی را تشکیل می دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه شومنصور با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعه نموده است که ماه آگوست سال 2020 در حدود همین نویه جوان 24 ساله ساکن پایتخت بهروی فریب به باوریش در آمده، از او یک عدد افتماشین تمغه پورش کاین سال برارشش 2008 به مبلغ 55000 سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته، وعده داده است که
مبلغش رو بر میگرداند، اما تا حال مبلغش رو بر نگردانیده است. این چنین نام برده با همین رو ماه ینور سال 2021 در حدود نویه شامنصور به باوری مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه در اومده، از او یک عدد افتماشین تمغه خونده سنت سال برورشش 2010 رو گرفته وعده داده است که مبلغش رو بر میگرداند، اما تا حال مبلغ به دست آوردهش رو بر نگردانیده به منفیت شخصیش صرف نموده است. در نتیجه به جبر دیده به مبلغ 85 هزار سومانی ضرر رسانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.